نبض بازارهای مالی. برنامه از دکتر خشایار شجاعتی. دوستان عزیز، تماشایان اندیشمند، سلام، وقت شما خوش. امروز سه‌شنبه 11 مارچ سال 2014 میلادی است. به برنامه نبض بازارهای مالی نگاه می‌کنید، برنامه خبری، آموزشی و تحلیلی که در اولین کلام اعلام می‌کند که در کلام آخر همه مطالب آن محض اطلاع است و برای اطلاع محض. برنامه های امشب را هم به روال همیشگی با پرسه‌ای در اخبار شروع میکنیم. چند خبر مهم که حائز اهمیت از نظر اقتصادی و مالی رو به اطلاعتون میرسونیم. بعد در بخش دوم برنامه، بخش سود و سرمایه، مطلبی داریم تحت عنوان در میان ازدحام جمعیت و با یه مکتب تازه ای در مسائل مالی و اقتصادی آشناتون میکنیم. همیشه سعی ما بر این بوده که در هر زمینه ای فقط با یک نظر که نظر ما باشه آشنا نشید، بلکه با دیدگاه‌های مخالف و نظریات متفاوت هم آشنا بشید تا بتونید همه را با هم بسنجید و اون روش و راه و نتیجه گیری هایی را که به نظرتون معقول‌تر و منطقی‌تر و درست‌تر میاد انتخاب کنید. آشنایی با نظریات مختلف کمک می‌کنه با آدم در شناخت راهی که می‌خواد انتخاب کنه و چون با شناخت انتخاب میشه طبیعتاً آدم خیلی مصمم‌تر و مطمئن‌تر میتونه بره جلو. بعد هم در بخش پایانی برنامه امشب، در بخش کلام آخر و آخرین کلام که همیشه میگیم ولی بهش نمیرسیم، باز هم راجع به پورتفولیوهای دفتر نبض بازارهای مالی باهاتون صحبت خواهیم کرد. با این تفاصیل میریم سراغ بخش اول برنامه امشب. در بخش اول برنامه امشب هستیم، بخش پرسه‌ای در اخبار. و همینطور که می‌دونید این روزها بازارهای جهانی، منظورم بازارهای سهام در تمام دنیا، به شدت تحت تأثیر حوادثی داره قرار می‌گیره که در اوکراین می‌گذره. با توجه به شناختی که از منطقه و تحولات بین‌المللی داریم، این سر و صداها و نگرانی‌ها و هیاهویی که سر این مسئله بلند شده بیشتر در واقع به هیاهوی بسیار برای هیچ شباهت داره. برای اینکه منطقه اوکراین اهمیت بسیار استراتژیک و جهانی داره از حفظ منافع ملی روسیه برای روسیه. و اصلا این قسمتی که الان خیلی دعوا هست سرش، قسمت کریمه، از قرن 18 به این طرف جزء خاک روسیه بوده. سال 1954 خروشچف نمیدونم مس بوده، به سرش زده بود، چی شد؟ اومد اینا بخشید به اوکراین. در واقع از اون سال به بعد بود که شد جزء اوکراین. بنابراین و وضعیتی هم که داریم میبینیم الان در دو تا المپیکه، اگه خاطرتون باشه، یکی تو المپیک چین بود که غربی ها رفتن در گرجستان، خواستن به اصطلاح منافع روسیه رو تهدید کنن که اونجا روسیه مجبور به دخالت نظامی شد. الان هم تو المپیکی که تو روسیه بود این وضعیت پیش اومد. از بابت اینکه خیلی ها میترسن جنگ اتفاق بیفته، به نظر من احتمالش خیلی بعیده. دلیل اصلیش هم این است که روسیه افغانستان نیست، عراق نیست، لیبی نیست که بشه به راحتی بریزن سرش، قتل عامشون کنن، چند میلیون رو بکشن، کشور رو اشغال کنن و اونها هم قدرت دفاع از خودشون نداشته باشن. رو همین اساس حدس میزنم که احتمال بروز جنگ خیلی خیلی کمه. منتهای مراتب از سیاست مدارا هیچی بعید نیست، چون رفتارشون بسیار
دور از منطق و عقل هست اکثر تصمیم هایی که میگیرن. هی خاطرتون باشه قدیما سه تا کمدین معروف بودن به اسم برادران مارکس. یکیشون به اسم گروچه مارکس یه بار یه تعریفی از سیاست کرده بود، گفته بود سیاست هنر اینه که همیشه دنبال دردسر بگردی، همه جا بری پیداش کنی، بعد که پیداش کردی بیای تشخیص غلط بدی راجع به موضوع و به نتیجه راه حل های نادرست هم براش تجویز کنی. یعنی مگر اینکه واقعا بخواد همچین شرایطی پیش بیاد، وگرنه اینکه میگم غیر ممکنه به جنگ بکشه. یکی از جنگ طلبان بسیار وحشی آمریکایی به اسم مایکل لدین چند سال پیش یه روشی رو پیشنهاد کرده و برای سیاست خارجی آمریکا، و اونم این بود که گفته بود بهتر است برای اینکه آمریکا به همه نشون بده ابرقدرت است، به اسم الله قدرقدرت و جهان پهلوان دنیاست، هر 4-5 سال یه باری بگرده یه کشوری رو پیدا کنه. این جملهش خیلی مهمه که گفته بود نتونه از خودش دفاع کنه به اونجا حمله کنه، یه مهرده بزنه و بگیره و ببنده و اینها تا خلاصه بقیه حواس کار بیاد دستشون. بنابراین موقعی که صحبت از این میشه که کشوری باید بهش حمله کرد که نتونه از خودش دفاع کنه، این سیاست در مورد کشورهایی مثل عراق و افغانستان و یمن و لیبی و سوریه و غیره و ذلک میتونه به درد بخوره، ولی در مورد روسیه که به سلاح‌های اتمی مجهز هست کارساز نیست، چون میتونه از خودش دفاع بکنه. صحبت تحریم‌های اقتصادی هم که بر ضد روسیه میشه به نظر من بیشتر جنبه نمایشی داره، یعنی هم صحبت‌های تند سیاسی و هم صحبت‌هایی که سر تحریم میشه بیشتر برای بستن دهان جنگ طلب هاست در واقع که اینها را آروم کنند، وگرنه جنگ که به دلیلی که گفتم غیر ممکن است و تحریم هم اگر بخوان تحریمش بکنن به خاطر اینکه کمپانی‌های بزرگ اروپایی و آمریکایی توی روسیه سرمایه‌گذاری خیلی زیاد دارن به خودشون ضربه میخوره، در واقع بیشتر ضرر خودشون میشه، مخصوصا اینکه قسمت عمده سوخت اروپا از به خاطر گاز طبیعی در واقع از روسیه و از طریق اوکراین تامین میشه و روسیه میتونه از حربه انرژی در شرایط کنونی استفاده کنه و کشورهای اروپایی رو تحت فشار قرار بده. بنابراین این سر و صداها دیر یا زود خواهد خوابید. تاثیرات بدی هم که روی بازار گذاشته تا به حال به نظر من جنبه موقتی داره و بعد که اوضاع به حالت عادی برگشت شرایط برمیگرده به حالت عادی و ضرر و زیان هایی هم که تو بازارهای مالی پیدا شده بعدن جبران خواهد شد. منتهای مراتب اون خونه تکونی یا کورکشنی که صحبتش میکنیم که بازار بهش دوچار خواهد شد منتفی نشده، کماکان به قوت خودش باقی است. منتهای مراتب تشخیص زمانی که این کورکشن اتفاق بیفته تقریبا غیر ممکنه. میتونست 4 هفته پیش این کورکشن اتفاق افتاده باشه، میتونه فردا اتفاق بیفته، میتونه تا آخر جون و جولای و اینا هم خبری نشه اون وقتا اتفاق بیفته. همینطوری از بابت احتمالات که نگاه میکنیم با وضعیتی که به اصطلاح اوضاع احوال بازار داره، گرچه میگم ممکن از فردا هم شروع بشه، منتها از زاویه احتمالات بیشتر به نظر میاد که شاید همونطور که هفته پیش عرض کردم مکول بشه به اواخر آوریل یا به ماه می، ولی حتما این کارکشن اتفاق خواهد افتاد و داجونز رو تا حوالی 14,200 به اضافه اومنهای 2300 تا پایین خواهد برد. از این زاویه مواظب باشید که غافلگیر نشید. یه خبر بود راجع به سرمایه گذاری کشورها و افراد و مؤسسات خارجی در مستغلات تجاری کامرشال پراپرتی توی آمریکا، به طوری که سال گذشته مطابق اخباری که منتشر شده خارجی ها مبلغ 38 میلیارد و 700 میلیون دلار توی مستغلات تجاری کامرشال پراپرتی تو آمریکا سرمایه گذاری کردند که این میزان سرمایه گذاری 44% بیشتر از سرمایه گذاری سال قبلش یعنی 2012 است. بعد در میان کشورهای خارجی بیشتاز یا کسی که بیشتر از همه کشوری که بیشتر از همه سرمایه گذاری کرده کاناداست که پارسال 11 میلیارد و 900 میلیون دلار تو مستغلات تجاری تو آمریکا سرمایه گذاری کرده بود. بعدش هم چین هست مقام دوم از بابت سرمایه گذاری که 3 میلیارد و 100 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده بود، که در واقع همین سرمایه گذاری کشورها، مؤسسات و افراد خارجی است توی کامرشال پراپرتی که فعلا تونسته
اوضاع احوال کامرشال پراپرتی را یه جوری سرپا نگه داره، وگرنه وضعیت خود کامرشال پراپرتی در مجموع تعریفی نداره. دلیلش هم این هست که این روزا مردم اکثر خریدهای خودشون را از طریق اینترنت و آنلاین انجام میدن. دیگه به جای اینکه کسی بخواد ماشینی سوار بشه، رانندگی بکنه، بنزین بسوزونه، دنبال جای پارک بگرده، وقتش رو تلف کنه تو این فروشگاه و تو اون فروشگاه، میرن میشینن پای اینترنت و هر چی بخوان سفارش میدن و با پست میگیرن. علت هم که میبینید مغازه‌های ریتیل، خرده فروشی یکی بعد از دیگری دارن کوچیک‌تر میشن و شعبات خودشون هم میبندن همینه. کما که در هفته ای که گذشت دو تا از این اتفاقات افتاد. یکی این که این مؤسسه رادیو شک، یک به اصطلاح کمپانی خیلی معروف قدیمی آمریکایی، اعلام کرد که 1100 تا از فروشگاه‌های خودش رو می‌بنده. از اون طرف فروشگاه‌های استیپلز هم اعلام کردن که 225 تا از مغازه‌های خودشون و فروشگاه‌هایی که دارن رو تعطیل می‌کنن، که مسلماً تعطیلی اینها تو هر کدوم از اینها به هر حال یه تعداد آدم کار می‌کنن. یکی مسئله بیکاری رو بدتر می‌کنه، یکی اینکه یک عالمه فروشگاه و زمین و ساختمون به این ترتیب خالی میمونه که فشار میاره رو قیمت مستغلات تجاری یا کامرشال پراپرتی. غیر از به اصطلاح خرده فروشی ها، حتی بیلدینگ ها و ساختمون هایی هم که برای ادارات و آفیس ازش استفاده میکردن، اونها هم در واقع دارن زیر پاشون خالی میشه. برای اینکه الان چند وقتی است دیگه به خاطر تکنولوژی کامپیوتر و اینترنت و اینفورمیشن تکنولوژی که وجود داره، خیلی از مؤسسات و کمپانی ها از کارمندای خودشون میخوان که از خونه کار کنن. هیچ لزومی نداره آدما برن توی آفیسی داره یه جای مشخصی بشینن، میتونن تو خونه شون هم بشینن همون کارا رو انجام بدن و به نتیجه کمپانی ها میتونن پول زیادی را که برای خرید یا اجاره این ساختمون ها میدادن در واقع دیگه صرفه جویی کنن و ازش استفاده نکنن. بعد در مورد بیت کوین، دو سه نفر از دوستان عزیز در هفته گذشته تماس گرفتن و اظهار لطف کرده بودن راجع به این برنامه که ما به موقع سر بیت کوین بهشون هشدار دادیم، وگرنه گویا قصد داشته بودن برن در این چیزای قلابی به اسم بیت کوین سرمایه‌گذاری کنن. هفته پیش گفتیم که یکی از مهمترین بازارهای خرید و فروش و انبار مال بیت کوین که ماونت گاکس بود توی ژاپن، بعد از اینکه 500 میلیارد دلار پول مردم از بین رفت، مجبور شد تعطیل کنه، ببنده. دو تا مؤسسه دیگر هم این هفته کارشون خراب شد. یکی مؤسسه فلکس کوین بود که گویا اونم دستبرد زده بودن بهش و 580 هزار تا سکه های بیت کوینش رو غارت کرده بودن و به نتیجه وضعش خراب شد، مجبور شد اصلا ببنده بره دنبال کارش، تعطیل کنه. یکی هم یه مؤسسه دیگه به اسم پولونیکس که اونم باز هکرها یا این کسانی که دستبردهای کامپیوتری میزنن 12% از سکه هاشو در واقع دزدیدن و از بین بردن. به هر حال امیدواریم که شما گیر بیت کوین و از این نوع اقدامات کلاهبردارانه نیفتید و نیفتاده باشید. خبر آخرمون راجع به کسری تجاری هست در آمریکا، ترید دفیسیت، که وزارت بازرگانی آمریکا کامرس دپارتمنت اعلام کرد که در ماه ژانویه میزان کسری تجاری یا ترید دفیسیت تو آمریکا رسید به 39 میلیارد و 100 میلیون دلار که از کسری تجاری که آمریکا تو ماه دسامبر ماه قبلش داشت 0.3% این کسری تجاری بیشتر بوده. اینها مهمترین خبرهای در واقع با اهمیت هفته گذشته بودند و در این قسمت از برنامه یادآوری می‌کنیم که برنامه‌های تلویزیونی نبض بازارهای مالی هر سه شنبه شب به وقت لس آنجلس ساعت 8:30 شب از این کانال به طور زنده پخش میشه. همین برنامه روزهای یک شنبه ساعت 5 بعد از ظهر باز از همین کانال تکرار و بازپخش خواهیم داشت در موردش. بعد از طریق کانال‌ها و مجاری دیگری که عمدتاً برمیگرده به مؤسسه ایرانیان فینانشال تایمز که آدرس اینترنتیشون هست iranianft.com، برنامه‌های تلویزیونی ما رو هم روی سایتشون میتونید ببینید، هم روی فیسبوکشون میتونید ببینید و هم از طریق همین شبکه روی شبکه یوتیوب هم قرار میگیره. خارج از اونها یه صفحه مخصوص تلویزیونی هم این مؤسسه ایرانیان فینانشال تایمز داره که آدرسش رو روی صفحه تلویزیون ملاحظه میکنید. آدرسش خیلی راحت است، ifttv.com. ift که ایرانیان فینانشال تایمز باشه، تیوی هم برای تلویزیون، پس ifttv.com که همونطور که در هفته های گذشته حضورتون عرض کردیم تمام کسانی که با این مؤسسه همکاری میکنند یه صفحه مخصوص تلویزیونی دارند، از جمله کمپانی ما
پاسا فنشال مارکتس که برنامه‌های تلویزیونیشون اونجا قرار میگیره و آرشیوی هم برای چند هفته از برنامه‌های گذشته‌شون اونجا نگهداری میشه. گذشته از اینها مؤسسه ایرانیان فنشال تایمز یه شبکه تلویزیونی هم روی شبکه جی ال ویز دارن، کانال 175 که برنامه‌های تلویزیونی نبض بازارهای مالی را که سه‌شنبه شب‌ها به طور زنده می‌بینید، یه بازپخش هم ما توی شبکه جی ال ویز داریم، شماره 175 روزهای پنجشنبه ساعت 6:30 بعد از ظهر. در ضمن خود مؤسسه ایرانیان فنشال تایمز یه برنامه تلویزیونی تو همین کانال تصویر ایران دارن که روزهای یک شنبه ساعت 7 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس از این کانال پخش میشه. همیشه برنامه‌هاشون دیدنی و خوب است، مخصوصا که هفته پیش مصاحبه‌ای داشتن با نویسنده و منتقد تئاتر و سینما آقای زاون که راجع به کارهای هنرمند بسیار ارزنده ایران آقای مهران مدیری باشون مصاحبه کردند. گویا این مصاحبه در دو بخش صورت گرفته، بخش اولش هفته پیش یک شنبه پیش گویا پخش شده، بخش دوم این مصاحبه هم همین یک شنبه ساعت 7 بعد از ظهر میتونید در همین کانال تصویر ایران ببینید. خبر و مطلب دیگری نیست، میریم سراغ بخش دوم برنامه امشب. در بخش دوم برنامه امشب هستیم، بخش سود و سرمایه، با مطلبی به اسم در میان ازدحام جمعیت. همونطور که در مقدمه امر خدمتون عرض کردیم، یکی از کارهایی که برنامه تلویزیونی نبض بازارهای مالی و مؤسسه ما میکنه این است که غیر از اینکه خودش تحقیقات مستقل خودش را انجام میده و نظریات مستقل خودش را در تمام زمینه‌ها داره که تو این برنامه‌ها باهاتون مطرح میکنه، همیشه سعی میکنیم که دیدگاه‌های دیگری را که کم و بیش خلاف دیدگاه‌های ما هستن هم باهاتون مطرح کنیم. مثلا در مورد طلا و فلزات قیمتی و سرمایه‌گذاری که میشه، با نظریات مخالفی را هم که معتقد هستن طلا قیمتش دیگه بالا نمیره، حتی تا 600 دلار هم پایین خواهد رفت هر اونس، قبلا توی برنامه 4 جلسه ای پارسال در ماه جون باهاتون مطرح کردیم. ما البته اون نظرات رو به هیچ وجه قبول نداریم و معتقدم هستیم خیلی قاطعانه که قیمت طلا در چند سال آینده حداقل به اونس 3000 دلار اون مینیمم است و خیلی بیشتر هم میتونه بشه به اونجا خواهد رسید، ولی همیشه ترجیح میدیم که دیدگاه‌های متفاوت رو هم باهاتون مطرح کنیم که بتونید با مقایسه و سنجش دیدگاه‌ها و نظریات مختلف تصمیمی که می‌گیرید تصمیم قاطع‌تر، مطمئن‌تر، روشن‌تر و واضح‌تر باشه. و اگر تصمیم گرفتید، حالا چه راه ما را انتخاب کنید چه راه دیگران را انتخاب کنید، بعد دیگه ثابت قدم باشید و نوسانات بازار شما را از مسیر اصلی نتونه منحرف کنه. یکی از دیدگاه‌هایی که در زمینه مسائل اقتصادی و مالی وجود داره این است که خیلی خیلی روی بافت جمعیتی هر کشوری تاکید میکنن. اولا اینکه مردم به اصطلاح در چه گروه‌های سنی هستن، چقدر زنن، چقدر مردن و نوجوان چقدر داره و او و بافت جمعیتی دموگرافی رو در واقع در نظر میگیره و معتقدن اینقدر اهمیت جمعیت در سرنوشت هر کشوری مهم هست که رسما اعلام میکنن دموگرافی is destiny، یا جمعیت، بافت جمعیت سرنوشت هر کشوری رو رقم میزنه. و بعد در میان این بافت جمعیتی به نکته‌ای که خیلی توجه میکنن عادات مصرفی سنین مختلف هست و از روی این عادات مصرفی میگن که فرض کنیم یه نفر فردا بلند شه بره فرانسه یا بلند شه بره کانادا یا بره استرالیا، بر اساس بافت جمعیتی و عادات مصرفی که مثلا جامعه استرالیا یا کانادا یا فرانسه داره میتونه تصمیم بگیره که اگر خواست دست به کار و کسبی یا بیزنسی بزنه تو چه زمینه‌هایی بره که امید موفقیت بیشتر باشه و چه زمینه‌هایی دوری کنه که احتمال ضرر و شکستش بیشتر باشه. این یکی. و دوم اینکه بر اساس همین بافت جمعیت و رفتارهای مصرفی مردم تو هر کشوری میتونن ارزیابی کنن که
کشورها در چه دورانی اقتصادشون رشد پیدا میکنه، رونق پیدا میکنه، شکوفا میشه، در چه دورانی درجا میزنه و ساکن میمونه و در چه دورانی شروع میکنه به افت کردن و حتی ایجاد رکود اقتصادی کردن، که امشب تو این برنامه میخوایم شما رو با این دیدگاه ها آشنا کنیم، چون بر اساس دیدگاه هایی که دارن نظراتی دارن راجع به اقتصاد آمریکا که به کدوم طرف داره میره، چه اتفاقاتی خواهد افتاد که حتی اگر باشم موافقت نکنید و قبولش هم نکنید، ولی به هر حال شنیدنی است و آشنایی باش خالی از لطف نیست. منتها قبل از اینکه به خودمون مسئله بپردازیم، یکی دو تا سوال شده که اجازه میخوام خیلی سریع اول به این سوال ها جواب بدیم و بعد بریم سراغ این مطلبی که میخواستیم باهاتون مطرح کنیم. هر شبت به حضورتون که دوست عزیزی که فکر میکنم تازه با برنامه ما آشنا شدند تلفن کرده و پیغام گذاشته بودند و خواسته بودند یکی راجع به ETF طلا GLD توضیح بدیم، چه آیا خوبه برای سرمایه گذاری یا نه، و دوم نظر ما را سر REITs یا Real Estate Investment Trust خواسته بودند. ما در این دو مورد، چه در مورد REITs چه در مورد ETF ها، به اینا میگن ETF که قیمت یک کالا یا asset مشخصی رو دنبال میکنه، شبه میوچال فاند، میوچال فاند نیست، از یه زاویه ای که میاد به اصطلاح سهام سکتورها و بخشهای مختلفی رو تو خودش جا میده شبیه میوچال فانده، ولی از بابت قیمتش و خرید و فروشش مثل استاک میمونه و مثل میوچال فاند نیست. ما در این موارد خب قبلا مفصل توضیح دادیم، فقط یادآوری میکنم که اولا کسی که میخواد تو فلزات قیمتی سرمایه گذاری کنه باید بدونه چرا داره این کار رو میکنه. هدف اصلی، هدف واقعی و هدف نهایی از سرمایه گذاری در طلا این است که آدم بتونه قدرت خرید خودش را حفظ بکنه و بعد که قیمتها گرون میشن پول قدرت خریدش میاد با این آدم ضرر نکنه و بتونه با همون مقدار اونس طلایی که 5 سال پیش، 10 سال پیش، 15 سال پیش، 30 سال پیش میتونست مقدار معینی کالا و خدمات مختلف رو بخره، در 20 سال 50 سال آینده هم بتونه همین کارو بکنه. و تحقیقات بسیار بسیار عمیق و گسترده‌ای که در این زمینه صورت گرفته و در گذشتن باهاتون مطرح کردیم به این نتیجه رسیده که 3000 سال پیش با مثلا یک اونس یا 10 گرم طلا، هر چی در نظر بگیریم، همون اجناس و خدماتی رو که میشده توی سومر بخری، الان هم در دنیای امروز علارغم این که قیمتها این همه گرون شده و قیمت هر چیز داره روز به روز میره بالا، باز هم میشه با همون مقدار طلا همون کالاها و خدمات داشت و به منزله پول واقعی طلا قدرت خرید خودش رو همیشه حفظ میکنه. بنابراین از این زاویه که نگاه کنیم، اگر کسی به فکر اینوستمنت هست، به فکر سرمایه گذاری هست، سراغ فلزات قیمتی رفتن حتما و 100% باید به توسل به خود فلز به صورت فیزیکالش باشه، حالا شمش، بار یا سکه، که البته برای اینوستمنت سکه بهترین نوع سرمایه گذاری هست. منتها کسی که بخواد ترید بکنه، خرید و فروش کنه، موقعی که قیمت میره بالا بخره، بعد که بخواد بیا پایین بفروشه، میخواد به اصطلاح اقدامات کوتاه مدت انجام بده، مسلما میتونه از این ETF ها استفاده بکنه، حالا چه GLD باشه برای طلا، چه SLV باشه برای نقره. منتهای مراتب، چون گفتم اینها قیمت رو دنبال میکنن و مبین در واقع خود فلز نیستند، یعنی شما فرضاً اگر برید از طریق GLD چه میدونم 100 اونس طلا بخرید، نمیتونید بیاید GLD تون رو پس بدید و بهتون طلا بدن، نه، بهتون دلار میدن یا فرانک میدن یا پوند میدن، تو هر کشوری هستید به همون پول بهتون میدن، بنابراین نهایتاً باز شما رو برمیگردونن به همون پول کاغذی. ولی برای خرید و فروش های کوتاه مدت و ترید کردن که نقطه مقابل اینوستمنت و اقدامات عمیق و سنجیده و بلند مدت تر هست، میشه از این ETF ها استفاده کرد. منتهای مراتب اگر بحران اقتصادی شدید بشه، که در آینده من فکر میکنم بحران های پولی به شدت اوج خواهد گرفت، اون وقت شاهد خواهید بود که قیمت فلز توی بازار میره بالا، ولی ETF ها شروع میکنن قیمتشون میاد پایین و ضربه میخورن. این اتفاقی بود که در بحرانی که برای یونان پیش اومد سال 2010 رسما بروز کرد، یعنی توی بازار خود فلز قیمتش دائم داشت میرفت بالا، ولی ETF های مخصوص طلا توی یونان داشتن همه ارزششون رو از دست میدادن. چه ممکنه همچین مشکلی درست بشه؟ من فکر نمی کنم برای ETF ها به این زودی مشکل درست شه. جایی که میتونه مشکل ساز باشه به نظر من بعد از این است که
قیمت طلا به اونس 2300 دلار اون طرفا برسه که 2300 دلار به دلار امروز معادل 850 دلاری است که در سال 1980 طلا بهش رسید. بنابراین تا اونجاها احساس خطری شخصا راجع به این ETF ها نمی کنم، ولی از اونجا به بعد دیگه بهتره که سراغ ETF درید. ولی فعلا تو شرایط کنونی برای اقدامات کوتاه مدت و ترید اشکالی نداره. بازم تاکید میکنم اگه به فکر اینوستمنت و حفظ قدرت خرید خودتون هستید، خود فلز را مخصوصا به صورت سکه و البته سکه های معین و مشخصی ارجحیت بیشتری دارن نسبت به بقیه سکه های که خارج از بحث ماست. سال بعدیتون که راجع به ریتس بوده، ریتس حقیقتش این است که یه زمانی در گذشته های نسبتاً دور سرمایه گذاری بدی نبود، تا زمانی که ریل استیت و خونه در واقع و مستغلات برای مصرف ازش استفاده می کردن نه برای تجارت. تاریخاً همین جوری بوده، کسی با خونه تجارت نمی کرده، ولی چند سال اخیر که همه چیز را افسارش دادن دست سرمایه مالی و وال استریت، دیگه خونه هم وارد بازار تجارت شده و به همین دلیل است که یهو میبینید برای مدتی اوج پیدا میکنن، قیمت ها سرسام‌آور میرن بالا چون منیپولیت میکنن اینها را تو بازار. این اتفاقات یکی در اواخر دهه 1980 افتاد که قیمت مستغلات مخصوصا کامرشال پراپرتی، مستغلات تجاری، به شدت رفت بالا، بعد یهو خورد زمین و همه رو نابود کرد، هر که هرچی داشت از دست داد. یه بارم همین چند سال گذشته بین سالهای 2001 و 2002 تا مثلا 2005 و 2006 اتفاق افتاد که شاهد بودید چه وضعیتی پیش اومد. تو این شرایط در مورد ریتس زیاد من نظر موافقی به نسبت بهش ندارم، مخصوصا این که ریتس به طور کلی یا ریل استیت اینوستمنت تراست خیلی 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 به مسئله اینترست ریت یا بهره حساس است و چون تقریبا تمامی کمپانی هایی که در کار ریتس هستن وام زیاد میگیرن و مجبورن اینترست بدن، یک کمکی که بهره بخواد بره بالا این نوع سرمایه گذاری ها ضربه بسیار بدی میخورن. کما اینکه پارسال سال 2013 اینترست ریت و بهره ها میدونید الان تاریخاً فوق العاده پایین است، یه 60-70 سالی است فکر کنم هیچ وقت بهره با این پایینی نبوده. پارسال فقط یک کمک، یه ذره اومد بهره بره بالا. اگه برید نگاه بکنید میبینید این بخش یعنی سکتور ریس به طور کلی 25% ضربه خورد و کاهش پیدا کرد و ضرر داد. یعنی فرضاً اگر کسی در کل این سکتور، به طور مثال دارم میگم، 100,000 دلار سرمایه گذاشته بود، 25,000 دلار پولش کاملا از بین رفته بود. اگه 10,000 دلار گذاشته بود، 2500 دلارش از بین رفته بود. این تازه به طور کلی بوده، ولی کمپانی های مشخصی از ریتس بودن که اونها ضربه های خیلی بیشتری خوردن. مثلا ریتسی به اسم که سیمبولش بود هست AGNC، میتونید برید چک کنید AGNC، پارسال یه نوع ریتسه، این پارسال 35% قیمتش اومد پایین. یعنی اگر کسی به طور مثال رفته بود 100,000 دلار این ریتسو خریده بود، پارسال 35,000 دلار ضرر کرده بود، یا 10,000 دلار گذاشته بود 3,500 دلار ضرر کرده بود. بنابراین در مجموع نمیخوام بگم که هیچ ریتس خوبی پیدا نمیشه، همیشه میشه چیزهای خوب رو هم در بدترین شرایط پیدا کرد و اونم البته باید احتیاج به تخصص و شناخت و آشنایی زیاد و فنی و تخصصی در راجع به این مسائل که حواستون باشه چه ریتسی رو اگر خواستید برید سراغش، برید وضعیت کمپانیشو ببینید، میزان بدهیشو بدونید، اینترست رو ریت رو که پرداخت میکنه باهاش آشنا باشید، کی قرار وامشون رینیو بشه بدونید، همه اطلاعات داشته باشید تا سرمایه‌گذاری غلط نکنید. و نکته بعدی، اینم یه موردی بود واقعا که ما بارها و بارها و بارها تو این برنامه سرش توضیح داده بودیم، سر مؤسسات یا کسانی که ادعا میکنن ما مصنوعات مالی داریم که مثلا سال 5% یا سال 7% برای شما گارانتی یا تضمین میکنه. خانمی تماس گرفته بودن تو این هفته با ما که ایشون میگفتن 2 سال خورده ای پیش رفته بودن دیگر همچین زمینه سرمایه گذاری کرده بودن، بهشون هم قول داده بودن که سال 5% تضمین شده است بهشون میدن. بعد که اومدن پولشون رو بگیرن، روی کاغذ نشون میداده که پولشون رفته بالا، ولی موقعی خواستن پولشون رو بگیرن دیدن عملا حتی پول خودشون هم کمتر دستشون اومده. ما در این زمینه واقعا فکر کنم چندین و چند برنامه توضیح دادیم و گفتیم که
مسئله موقعی که هر مؤسسه یا هر کمپانی ای ما یه مسئله سود داریم و رشد داریم، یکی مسئله تضمین این که یه درصد معینی رو سالانه به آدم پرداخت بکنن. مثلا سیدی بانک بگه آقا من سالی 0.5% یا سالی 1% یا سالی 2% هر چی به شما میدم، یا سرمایه‌گذاری‌های دیگری که همچین تضمینی بکنن. برای سود اگر کسی بیاد بگه ما یه سرمایه‌گذاری پیدا کردیم که سال 100% بهتون میده، میتونه کاملا باشه و عملا اتفاق بیفته. ولی اگر کسی تو این بازار بیاد بگه ما چیزایی داریم که تضمین میکنه هر سال مثلا سال 5% بهتون میدیم، بدونید الکی است. چرا الکی است؟ چون تمام بهره های دنیا و مخصوصا در آمریکا و در بیشتر نقاط دنیا به خاطر اهمیتی که دلار آمریکا و اقتصاد آمریکا داره روی اینترست یا ییلد بهره وام های 10 ساله وزارت خزانه داری میچرخه. موقعی که بهره وام های 10 ساله وزارت خزانه داری، تازه این چند روز کمی رفته بالا، وگرنه حوالی 2.5 بود، الان رسیده تقریبا 2.7%. موقعی که اونجا 2.7% میده، چطور میتونه یه مؤسسه بیاد تو این بازار تضمین بکنه که مثلا به شما سال 7% یا سال 5% میده؟ چنین چیزی غیر ممکن است. و اگر چیزی غیر از این بهتون میگن، برای فریفتن شما و تشویقتون به سرمایه‌گذاری تو اون زمینه هاست. در عمل چنین چیزی با حساب منطق غیر ممکن است. خیلی چیزها هست آدم لازم نیست اطلاعات تخصصی داشته باشه. بنده و شما موقعی که پشت ماشین میشینیم دیگه لازم نیست فیزیک بدونیم، از فیزیک نیوتن اطلاع داشته باشیم، راجع به احتراق سوخت بدونیم و و و. خیلی راحت میدونیم که آقا ماشین استارت بزنی روشن میشه، اگه نشود مثلا استارترش اشکالی داره یه جای دیگه رو باید چک بکنیم. در این مورد هم از اون مواردی است که واقعا اطلاعات تخصصی نمیخواد. یعنی موقعی که بهره وام های دولتی وزارت خزانه داری 2.7%، غیر ممکن است که کسی بتونه بیاد برای شما تضمین کنه که سال 5% یا سال 6% یا سال 7% بهتون میدن. همچین چیزی امکان پذیر نیست. امیدوارم که مواظب باشید. بعد سوال بعدی در مورد این کمپانی های موسوم به رویالتی کمپانی هست که چند هفته است راجع بهش صحبت کردیم و پرسیده بودن بعضی از دوستان آیا فقط به اصطلاح تو کمپانی هایی که در کار معادن مثلا یا فلزات قیمتی هستن رویالتی وجود داره یا در زمین های دیگه هم هست؟ نه، رویالتی تو همه زمینه ها میتونه باشه، الزاماً تو این بخش نیست. یه مثال من براتون بزنم. اسم نویسندش رو شاید براتون زیاد آشنا نباشه. نویسندهی به اسم هارپر لی در سال 1960 تو آمریکا یک کتابی نوشت. احیاناً با کتابش آشنا هستید. اگه با کتابش آشنا نباشید، به احتمال خیلی خیلی زیاد با فیلمی که روی این کتاب ساخته شد آشنا هستید. اسم این کتاب بود To Kill a Mockingbird که یه فیلم هم درست کردن، گریگوری پک توش بازی میکرد، فیلم قشنگی هم بود. این بابا سال 1960 این کتاب رو مینویسه. تنها کتابی هم بود که تو عمرش نوشت، دیگه بعد از اونم کتابی ننوشت. منتها با ناشر این کتاب قرارداد بست که از فروشش هر سال رویالتی بگیره. با اینکه الان 50 سال خورده ای از سال 1960 گذشته، ولی این کتاب هر ساله حداقل 750 تا 1 میلیون جلدش فروش میره و نویسنده این کتاب هر سال بابت رویالتی که بابت فروش این کتاب میگیره 3,200,000 دلار یا روزی 9,000 دلار میگیره. یعنی اون طرف یک کتابی نوشته، به خاطر رویالتی که میگیره دیگه تو عمرش هم از اون سال به بعد کار نکرده، هیچ کتابی هم نگرفته ننوشته، ولی روزانه به خاطر همین رویالتی که داره روز 9000 دلار پول میگیره، از جاش هم تکون نمیخوره. این تازه مثلا رویالتی یک کتاب است که از فروشش نصیب فروشنده نویسنده کتاب میشه. اون وقت طبیعتاً میتونید حدس بزنید که کمپانی های رویالتی که میرن در معادن نفت، در معادن طلا، کمپانی های بایوتکنولوژی و و و کمپانی های مربوط به مواد غذایی، فارملند، نمیدونم اگریکالچورال کامادیتیز، اینا سرمایه‌گذاری میکنن، چه نوع سودهای سرشاری میتونن داشته باشن. و همین سودهای سرشار هست که باعث میشه رویالتی کمپانی ها به مرور زمان بازدهی مافوق تصور و چشمگیر داشته باشن، که البته از بس دیگه از این مثال استفاده کردیم خسته شدیم، ولی که چون موردی است که هر کی بخواد میتونه بره چک بکنه ببینه چه اتفاقی افتاده. اونم کمپانی رویال گولد بود، یه رویالتی کمپانی است. یعنی خودش نه دنبال زمینی میگرده که طلا توش باشه، نه اگر طلا پیدا کرد استخراج میکنه، نه حفاری میکنه، نه میفروشه، هیچ کار به این کارا نداره. یه سری پول داده به کمپانی هایی که دنبال طلا بودن، اونها هر چی استخراج بکنن طلا و بفروشن، کاری هم به قیمت طلا چیه نداره، هر سال باید از فروششون
مقداری پول را به صورت رویالتی بدن به رویال گولد و به همین دلیل بوده و این پولایی که گیرش میاد را به صورت دیویدند یا سود برمیگردونه به کسانی که تو این کمپانی سرمایه‌گذاری کردن. که گفتیم اگر اوائلی که این کمپانی درست شده بود هر کس رفته بود $1,000 تو این کمپانی سرمایه‌گذاری کرده بود، الان نزدیک به $1,200,000 اون $1,000 تبدیل شده بود. این همچین رشد سرسام‌آور و باور نکردنی ولی واقعی است که در کمپانی‌های رویالتی وجود دارند و مجموعی از کمپانی‌های رویالتی که ما تهیه کردیم در زمین‌های مختلفند و حسنشون بر اینه که الان کمپانی رویال گولد هنوز هم کمپانی خوبی است ولی دیگه کسی نمیتونه اون سودهای چندین هزار درصدی رو که در چندین سال گذشته داشته از اینجا به بعد توش به دست بیاره، چون اون رشد اساسی شده که چندین ساله کرده. اینها در شروع کار و در مراحل مقدماتیشون هستن و به نتیجه سرمایه گذاری در اینها برای سالیان آینده میتونه به سودهای سرسام‌آور و اعجاب انگیز بکشه. و چه در مورد رویالتی کمپانی ها چه بقیه پورتفولی هایی که ما داریم، گرچه من اشاره کردم که به اصطلاح برای حساب های بازنشستگی میتونید ازش استفاده کنید، ولی دست کسی که بخواد ازش استفاده کنه برای هر مورد سرمایه گذاری بازه. میتونه در حساب عادی بذاره سرمایهش رشد کنه، میتونه تو حسابی باز کنه تو این کمپانی ها برای آینده فرزندانتون ازش استفاده کنید، میتونید هم بذارید تو حساب های بازنشستگیتون که بازنشستگیتون رو با رشدی که خواهد کرد 100% و با خیال راحت براتون تضمین بکنه. در ضمن بازم یادآوری میکنم تا 15 آوریل وقت دارید که از این کانال قانونی استفاده کنید که بتونید دو تا حساب بازنشستگی، یکی ترادیشنال آیرا، یکی آیراهایی به اسم راف آیرا، هر کدومو که خواستید باز کنید و از مزایای مالیاتی که داره استفاده کنید. ترادیشنال آیرا مزیت مالیاتیش به این است که تعویق مالیاتی داره، تکس دیفرد است و تا زمان بازنشستگی که بهش دست نمیزنید غیر از پولهایی که هر سال میریزید از مالیات معاف هست، سودی هم که بکنه در طی این سالها معاف ببخشید مالیات ازتون نمیگیرن، سودهایی هم که میکنه فعلا ازتون مالیات نمیگیره و به نتیجه سرمایتون بدون اینکه مالیاتش کم بشه شروع میکنه به رشد دادن و رشد خوبی خواهد داشت. فقط زمانی که خواستید از این پول برداشت بکنید به سن بازنشستگی که رسیدید، بر اساس مقدار پولی که میخواهید بردارید و اینکه در چه رده بندی مالیاتی یا تکس برکتی هستید، اون وقت بابت اون مالیات میده که آدم معمولا چون در سنین بالا و بازنشستگی مقدار درآمدش مثل دوران کاریش نیست و کمتر هست، طبیعتاً مالیات کمتری هم خواهد داد. راف آیراها این به اصطلاح حسن رو دارند که گرچه اون پولی که میذارید تو راف آیرا الان مالیاتش رو دادید، ولی بعداً سرمایه شما هر چقدر هم که رشد بکنه دیگه هیچ یک سنت هم روش مالیات نمیدید. البته اون سالها نمیدونم راف آیرا هنوز بود یا نه، ولی به طور مثال فرض کنیم که اگر کسی چندین سال پیش موقعی که تازه کمپانی رویال گولد شروع کرده بود رفته بود فقط $1,000 گذاشته بود توی رایت آیرا، مالیات $1,000 هم داده بود، الان پولش شده بود $1,200,000 و روی این $1,200,000 یک سنت هم مالیات نمیداد. یعنی اینها معافیت مالیاتی دارن یا تکس فری هستن. اگر امکاناتتون و شرایط اقتصادیتون بهتون اجازه میده، سعی کنید که هر دوتاشو داشته باشید، یعنی هم از رات آیرا استفاده کنید هم از ترادیشنال آیرا. اگر نه، حداقل یکیشو سعی کنید برای خودتون از این حساب‌ها باز کنید و تا قبل از 15 آوریل اگر تصمیم بگیرید این کارو بکنید، میتونید حتی اگر پارسال هم سال 2013 هم استفاده نکردید برای اونم استفاده کنید. یعنی فرضاً اگر زیر سن 50 سال هستید هر سال $5,000 تو این حساب ها میتونید بذارید. بنابراین تو ترادیشنال آیرا زیر سن 50 سال میتونید $10,000، $5,000 برای پارسال، $5,000 هم برای امسال بذارید. توی اگر بالای سن 50 سالگی باشید تا اونجایی که میدونم تا $6,500 پول میتونید بذارید، یعنی $13,000 میتونید برای پارسال و امسالتون بذارید توی این حساب ها. اولی ترادیشنال آیرا تکس دیفرد هست، تعویق مالیاتی داره. دومیش که رات آیرا باشه تکس فریست یا معافیت مالیاتی داره. به هر حال این فرصت ها رو از دست ندید. روش های کاملا قانونی است برای کم کردن فشار مالیات روی دوش شما تا بتونید ازش استفاده کنید. و اما بریم سر صحبت اصلیمون که برمیگرده به همین داستان جمعیت و تأثیرش توی اقتصاد که اسمش رو گذاشتیم در میان ازدحام جمعیت. همونطور که گفتم کسانی که طرفدار این مکتب و این نظریه هستن
همون صحبتی که اول کار کردم میگم، فرض کنید که شما فردا از ایران بلند شدید اومدید، یا از اندونزی یا از هر کشور دیگری، رفتید فرانسه، رفتید نیوزلند، رفتید استرالیا، رفتید کانادا، رفتید سوئیس، اومدید آمریکا، برای اینکه میخواید دنبال یه کار و کسبی بگردید، بیزنسی، چیزی، فعالیتی برای خودتون راه بندازید، میگن آشنایی با دموگرافی یا بافت جمعیتی اولا، و ثانیاً عادات مصرفی، spending habits توی هر کشوری، میتونید بفهمید که الان اون کشور در چه موقعیتی قرار داره، چه زمینه اگر سرمایه گذاری بکنید احتمال موفقیت و سوداوری خوبه، چه زمینه هایی برید دنبالش ممکنه براتون دردسر درست کنه و فایده براتون نداشته باشه و اینها. در همین زمینه در واقع اون وقت، یعنی با توجه به این روش، سعی میکنند که دوران رکود اقتصادی، دوران رونق اقتصادی و دوران سکون اقتصادی رو پیدا کنند و بتونن زمینه هایی رو که میشه به اونها امید بس پیدا کرد، یا زمینه هایی که چنگی به دل نمیزنه رو آدم نشان کنه و سراغ اونها نره. بعد چیزی که گفتم، این گروه وقتمونم داره تموم میشه، یه مقدمه میگم، در هفته آینده بیشتر سرش توضیح میدم و نکات خیلی خیلی میگم، حتی با نظرشون هم آدم موافقت نکنه که من شخصا با خیلی هاش موافق نیستم، ولی کلن بعضی زمینه های نظریاتشون شنیدنی است و اطلاعات خیلی خوبی میتونه با آدم بده. بعد این مکتب و این گروه دنبال چیزی میگردن به اسم spending waves یا امواج مصرفی. همونطور که مثلا یه موج شما در نظر بگیرید، از موقعی که تشکیل میشه موجهای کوچیکی هستن، بعد دور بر میدارن بزرگ میشن، یه زمانی موج اوج خیلی بالایی میگیره بعد شروع میکنه پایین اومدن، بر اساس این هم به اصطلاح رفتارهای مصرفی جامعه ها هم به این امواج، به این ویو ها در واقع تشبیه میکنن و میگن بر اساس بافت جمعیتی که داره یک کشور رو در کل که در نظر میگیریم، به خاطر عادات مصرفی که مردم در سنین مختلف دارند، یه موجی تو اقتصاد راه میدازه که یه دورانی خیلی معمولی و عادی است، یه دورانی رشد خیلی شدیدی پیدا میکنه و از یه دورانی به بعد هم شروع میکنه پایین رفتن، تا بالاخره این موج به اصطلاح به صخره بخوره، به ساحل برسه و بشکنه و از بین بره، که اون دوران اسمش دوران رکود یا بحران اقتصادی میگذارن. البته این مکتب تحولات بازارهای مالی رو برای آدم توضیح نمیده، یعنی به شما نمیگه که آیا استاک مارکت قراره بره بالا، آیا قراره کارکشن پیدا کنه، آیا قراره کرش پیدا کنه، از این حرفا نمیزنه. تحولات اقتصادی رو در مجموع توی کل جامعه سعی میکنه توضیح بده. بعد مثلا راجع به جامعه آمریکا که مسلماً اطلاعات و نتیجه گیری هایی که در مورد هر جامعه وجود داره نمیشه به جاهای دیگه تعمیم داد، البته در هر جامعه‌ای به گفته اینها میشه موقعی که این spending wave رو پیدا کرد، امواج مصرفی یا عادات مصرفی رو پیدا کرد، تحولات اقتصادی تو اون کشور رو هم آدم بهش دسترسی پیدا کنه. ولی مثلا عادات مصرفی جامعه سوئد به شما نمیگه که عادات مصرفی جامعه کانادا چیست، اونجا گروه سنی و بافت جمعیتشون فرق میکنه. در مورد جامعه آمریکا به این ترتیب در یا هر جامعه‌ای در واقع سعی میکنن با ترسیم سیمای عمومی جامعه از نظر مصرف بتونن تحولات اقتصادی رو توضیح بدن. مثلا در جامعه آمریکا معتقدند که اوج مصرف، زمانی که مصرف در تو جامعه اوج پیدا میکنه و به نتیجه رونق اقتصادی تو جامعه پیدا میشه، زمانی هست که فردی که مسئول تأمین اقتصادی خانواده هست به سن 46 سالگی برسه، یعنی در سن 46 سالگی، حالا بعدا توضیح میدم چرا همچین چیزایی میگن، میگن مصرف به اوج میرسه و چون مردم زیاد خرید میکنن تحولات اقتصادی و رونق اقتصادی راه میفته و اقتصاد شدیداً شکوفا میشه. بعد بنیان به اصطلاح این نظریه هم بر این است که میگن نسل جدید مصرف کننده که شروع میکنه به خرج بکنه حوالی سن 20 سالگی وارد بازار کار میشه، بعد رفته رفته مصرفش با تشکیل خانواده میده مصرفش بیشتر میشه، بعد میخواد خونه بخره یه مصرف دیگه بهش اضافه میشه، میخواد ماشین بخره مصرفش بیشتر میشه، بعد وام میگیره خودش به رونق اقتصادی با کردیتی که میگیره و اون کردیت و وام رو که مصرف میکنه برای خودش باعث رونق اقتصادی میشه.
البته این 46 سال را به اصطلاح میگن اوج مصرف سن 46 سالگی است تو جامعه آمریکا، برای کسانی میگن که بعد از دیپلم شروع میکنن به کار کردن. اونایی که میرن دنبال کالج و تحصیلات دانشگاهی، چون چند سالی از زندگیشون تو اون مسیر درس خوندن و مدرک گرفتن میگذره، به اصطلاح اوج مصرفشون در سن 46 سالگی نیست، بلکه اوائل سن 50 سالگی، 50، 51، 52 سالگی به اصطلاح بگن به اوج مصرف خودشون میرسن. بر مبنای همین تجزیه و تحلیل بود که باعث شد که میگن در آمریکا رونق اقتصادی پیدا بشه بین سالهای 1983 تا سال 2007، چون عمدتاً به اصطلاح جامعه در مجموع خودش به سنینی رسیده بود که تو این فاصله سالهای 83 تا 2007 بیشتر از همیشه خرج میکرد و مصرف میکرد و همچین رونق اقتصادی به وجود آورد. و همین بنوال با توضیحاتی که راجع به جمعیت میدن که حالا هفته آینده بیشتر میشکافیمش، میگن از سال 2008 چون مصرف این جامعه در سنینی که هستن شروع میکنه به کم کردن، رونق اقتصادی متوقف میشه، پا میذاریم به دوران رکود اقتصادی که از نظر دیدگاه کسانی که طرفدار این مکتب هستن و همین دلیل معتقدن که این وضعیت بد و رکود اقتصادی تا سال 2020، یعنی تا 6 سال دیگه هم طول بکشه و تا بخواد تموم بشه و به انتهای خودش برسه میرسه به سال 2023. تازه از 2023 اون وقت رفته بر اساس همین بافت جمعیتی شروع میکنن به مصرف کردن و رونق اقتصادی است که بعد از سالهای 2023 به بعد پیدا خواهد شد. در حاشیه یکی از طرفداران همین مکتب حدود 3-4 هفته پیش بود در یک کنفرانس سرمایه گذاری که در اروپا برگزار شده بود، بر اساس تجزیه و تحلیلی که از جامعه استرالیا کرد، معتقد هست که به زودی ریل استیت یا مستغلات در استرالیا کرش خواهد کرد و سقوط میکنه و قیمتها به شدت میان پایین. علتش هم در واقع همین مسئله، یعنی عادات مصرفی جامعه استرالیا میدونه که الان به گروه سنی رسیده که ذره ذره دیگه میخواد مصرفش کم بشه و شروع کنه به پسنداز کردن و کمتر خرج کردن و به نتیجه قیمت مستغلات یا ریل استیت رو میگن توی استرالیا به شدت میاره پایین. این توضیحات اولیه رو داشته باشید تا هفته بعد شروع کنیم توضیحات بیشتری بهتون بدیم که ببینید در چه سنینی چه اتفاقاتی میفته. بر اساس همین ها تونستن خیلی زودتر از اون که ژاپن در سال 1989 استاک مارکتش کرش کنه و بعد به دوران دیفلیشن برسه، بر اساس بافت جمعیتی جامعه ژاپن و عادات مصرفی اونجا از سالها قبل پیش بینی کرده بودند که همون سالهای 1989 سال سقوط اقتصادی ژاپن هست. حالا هفته آینده سعی می‌کنیم بیشتر توضیح بدیم. متاسفانه چون وقت برنامه تموم شده، دیگه وقت کلام آخر هم به روال عادی نخواهیم داشت متاسفانه. سعی می‌کنیم هفته آینده بیشتر سری صحبت کنیم. فقط یادآوری می‌کنم که دفتر نبض بازارهای مالی همه خدمات مالی و اقتصادی را در همه زمینه‌ها، از مشاوره و راهنمایی کانسالتیشن تا برنامه ریزی فینانشال پلنینگ به شیوه علمی و تحقیقاتی و پسنداز و سرمایه گذاری و برنامه ریزی برای دوران بازنشستگی ریتایرمنت، برای رشد سرمایه گروث، برای آینده فرزندان شما، تأمین آیندهشون، برای کسانی که خواستار کسب درآمدهای ثابت با تضمین دولتی هستند، برای تأمین بیمه های مختلف از لایف اینشورنس تا دیسیبلیتی اینشورنس و بیمه های دیگه، و همینطور در بخش ریال استیت مستغلات، چه برای خرید و فروش خونه ها، چه گرفتن وام لون، در هر دو مورد خرید و فروش و وام، چه مستغلات مسکونی رزیدنشال و چه مستغلات تجاری کامرشال و بقیه موارد دیگه، یعنی تمامی خدمات مالی و اقتصادی را برای پسنداز، برای برنامه ریزی و تأمین آینده تأمین میکنه، که برای آشنایی با این خدمات میتونید هم به سایت ما سر بزنید، parsafinancialmarkets.com، آدرس رو صفحه تلویزیون میبینید، یا اینکه روزهای هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر میتونید با تلفن دفتر ما 310-407-5300 تماس بگیرید تا دیر نشده. حالا چه از طریق ما، چه از طریق هر فرد یا هر مؤسسه دیگری که مورد قبول و اطمینان خودتون هست، برای ریختن برنامه برای آینده خودتون اقدام کنید و غافلگیر نشید در مقابل موج بحران‌ها و تحولاتی که در سال‌های آینده در پیش است. تا هفته آینده و برنامه و دیداری دیگر، شب و روز و روزگاران به همه شما خوش.
نبض بازارهای مالی. برنامه‌ای از دکتر خشایار شجاعتی.